با گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، طالبان و ارتش کشور در برابر حمله احتمالی آمریکا بر وزیرستان شمالی به صورت مشترک آمادگی می‌گیرند. در همین حال رئیس استات ارتش پاکستان احتمال حمله زمینی نیروهای آمریکایی بر وزیرستان شمالی را در برابر شبکه حقانی رد نمی‌کند، اما هشدار می‌دهد که اگر آمریکا پیش از انجام هر گونه حمله یک جانبه در خاک پاکستان باید ده بار فکر کند، زیرا پاکستان افغانستان یا عراق نیست. جنرال اشفاق پرویز کیانی رئیس ستاد اردوی پاکستان در کمیته امور نظامی پارلمان کشورش گفته است امریکا به جای اینکه اردوی پاکستان را وادار به حمله علیه شبکه حقانی در وزیرستان شمالی کند، باید برای تامین ثبات در افغانستان توجه نماید. یک عضو پارلمان پاکستان که از افشای نامش خودداری ورزیده، اظهارات کیانی را به رسانه‌های ابلاغ کرده است. ما به امریکایی ها گفته ایم که در مورد زمان انجام چنین حمله بر اساس توانایی های خود تصمیم میگیریم. ما همچنان با آنها گفته ایم که مشکل اصلی در خود افغانستان است. اگر کسی مرا متقاعد بسازد که در صورت اقدام ما در وزیرستان شمالی بحران افغانستان حل خواهد شد، من در این زمینه اقدام فوری انجام میدهم. اما کارشناسان باور دارند که جنگ موجود در افغانستان از پاکستان سرچشمه میگیرد و اظهارات مقام های پاکستانی برای منحرف ساختن توجه جامعه جهانی نسبت به تروریسم مطرح می شود. پاکستان تاریخ در شوالی ده چه پاکستان نغواری چه پا افغانستان که امن راسی زکر چه حال تا آقا کلی دی چه آقا در پاکستان در حکومت در وستی دی آقا زن ISI دی ISI در نور پر چینل بندی کار کهی و در نور در پروگرامو در پر پسیمی که جنگ تا دوام مرکهی. خود معلوم است که در جنگ وزیرستان خودش هم عامل است، هم تحمیل میکنه، هم تمویل میکنه و در همه ابعاد شریک است. ایره یک گپ خواسته که زبان یک گپ دیپلماسی رو خواسته خود برات بده، ولا در کل جنایات شریک است. غیر از قضیه مثل مشک زدن مستمری از در ولایت همجوار ثابت کننده موضوع است. کیانی همچنان میگوید پاکستان موضع خود در مورد افغانستان را به صورت کتبی در سال 2010 به اداره اوباما فرستاده و از آمریکا نیز خواسته است تا هدف نهایی خود در افغانستان را تشریح نماید، اما واشنگتن هدف خود را روشن نساخته است. ما منافع دراز مدت در افغانستان داریم و دیگران ممکن منافع کوتاه مدت داشته باشند. ما نمی توانیم چشم اندازی منافع طولانی مدت خود را از دست دهیم. از سوی دیگر تقویت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق مرزی کشور شامل چرخبالهای جنگنده، توپخانه‌های سنگین در کنار صدها سرباز سبب وحشت در وزیرستان شمالی شده، جایی که شورشیان و ملیشه‌های محلی در میرانشاه جمع شدند تا در مقابل حمله احتمالی زمینی نیروهای آمریکایی آماده شوند.